سلام و خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 22 ماه حمل سال 1393 هجری خورشیدی و 11 ماه اپریل سال 2014 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. رسیدن 84% برگه های نتایج از بلایت ها به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات. تأکید نامزدان ریاست جمهوری بر بی‌طرفی کمیسیون های انتخاباتی. خوشبینی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی درباره کم بودن تقلب در انتخابات. ادامه اشغال نهادهای دولتی از سوی جدایی طلبان اوکراین. و دور شدن مشکل کم آبی در ولایت فراه با بکارگیری از واترپمپ های سولاردار. مشروع خبرها. کار ثبت برگه های نتایج در کمیسیون مستقل انتخابات به شدت ادامه دارد و این کمیسیون تلاش دارد تا به زودترین فرصت کارهایش را به پایان برساند. 84% برگه های نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات رسیدند. این برگه ها در 5156 بسته محافظتی به پایتخت انتقال داده شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تنها 16% برگه های نتایج در ولایت ها ماندند که آنها نیز به زودی به کابل خواهند رسید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که مواد حساس تنها از دو ولسوالی ولایت فراه به دفتر ولایتی این کمیسیون نرسیده است. طارق مجیدی گزارش میدهد. کارهای کمیسیون مستقل انتخابات به خوبی و بدون سکتگی به پیش می رود و تا کنون برگه های نتایج انتخابات از 13 ولایت کشور به گونه کامل به مرکز گردآوری برگه های انتخاباتی به کابل رسیدن و گفته می شود که ثبت اطلاعات این برگه ها به گونه جدی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات جریان دارند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برگه های اندکی در 21 ولایت دیگر ماندن که به زودی به کابل خواهند رسید. تا امروز البته 84% تمام اوراق نتایج به دفتر مرکزی و یا هم به مرکز جمع‌آوری نتایج موصلت رسیده و اکثریت از این مواد تحت پروسس است. مشخصا گفته میتونیم این 84% اوراق نتایج در حدود از 5156 تیبی میشه که خریده های محافظتی از ولایت های مختلف و از محلات و مراکز مختلف میباشه. برگه های نتایج انتخابات از ولسوالی ها به دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های کشور میرسند و از آنجا به دفتر مرکزی این کمیسیون که در کابل موقعیت دارد برای ارزیابی و جمع‌بندی فرستاده میشوند. از 13 ولایت تمام اوراق نتایجش به دفتر مرکزی و یا هم به مرکز جمهوری نتایج تکمیل شده و تنها از 23 ولایت او هم به اساس فیصدی تعداد کمش البته باقی مانده و دیگه تکمیل میشه و در حالت انتقال دادن است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نظر به برنامه های کاری این کمیسیون نتایج نخستین انتخابات بدون هیچ گونه تأخیری به تاریخ 4 ماه ثور و نتیجه نهایی به تاریخ 24 ماه ثور اعلام خواهد شد. سوی دیگر اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول از نامزدان مطرح ریاست جمهوری بر عادلانه بودن و قانونی بودن کار کمیسیون های انتخاباتی تاکید می‌ورزند و می‌گویند که هر آنچه مردم تصمیم گرفتند برای آنان قابل احترام است. این دو نامزد ریاست جمهوری از کار نهادهای انتخاباتی ستایش می‌کنند و می‌گویند که کار این نهادها تا کنون قابل قبول آنهاست. زلمه رسول میگوید که به نهادهای انتخاباتی اعتماد دارد اما میافزاید که اگر این نهادها بی‌طرفانه کار نکنند روند انتخابات به خطر خواهد افتاد. اشرف غنی احمدزی میخواهد تا نامزدان و هواداران نامزدان از پیش‌داوری ها خودداری کنند. کریم امینی گزارش میدهد. اشرف غنی احمدزی از کارهای کمیسیون های انتخاباتی ستایش می کند و می گوید که فیصله این کمیسیون ها برای وی قابل پذیرش است، اما وی بر بی‌طرفی و عادلانه بودن فیصله های این کمیسیون ها نیز تاکید می ورزد. این نوع قضاوت که همیشه در فضای شک و تردید زندگی کنیم مفید نیست، چون اگر می خواهیم از فضای بی‌باوری
به طرف فضای باور و اعتماد سازی بریم. اول سر نهادهایی که وظیفه قانونی دارن اعتبار کنین، یک بار که نتایجشون برآمد نتایج به صورت منطقی زیر قضاوت بگیرید. نوع حرکت کمیسیون تا حال موجب امیدواری بوده. یک جامعه که بی‌باوری در او بر یک اصل بزرگ مبدل شده و موجب نفاق و موجب زیای وقت و موجب تشنج شده، باید بسیار مدبرانه رفتار کنه. نامزد ریاست جمهوری از نامزدان و هواداران نامزدان دیگر میخواهد تا از پیش داوری ها بپرهیزند و منتظر نتیجه کار کمیسیون های انتخاباتی باشند. قضاوت قبل از وقت نکن، مخصوصا از الفاظ تشنج آمیز جلوگیری کن. مردم افغانستان صدمه نهایت زیاد از سیاستمدارای خود دیدن و مردم تعلیم یافته افغانستان بودن که مملکت به تشنج و به خاک خون کشیدن. من عرض کردم من تابع قانون هستم. یعنی میپذیرید؟ من تابع قانون هستم، تمام مراحل قانونی را تعقیب میکنم. خارج چارچوب قانون ما عمل نمی کنیم. قانون اگر عادلانه باشه و امید داریم که عادلانه است، ما تابع قانون می باشیم. زلمه رسول نیست بر بیطرفی کمیسیون های انتخاباتی تاکید می فرزد و می گوید که اگر این کمیسیون ها بیطرفیشان را نگه ندارند انتخابات به خطر خواهد افتاد. ما امیدوار هستم، ولی من به نهادهای انتخاباتی اعتماد دارم و این یک دموکراسی به می ترتیب می تانه که پیش برد. اما آرزوی بسیار جدی تمام کاندیده همیست که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت کار خود قانون مندانه و بس صادقانه بکنن و از یک کاندید یک کاندید محترم دیگه پشتیبانی نکنن. بدون از او کل پروسه به خطر میفته. در حالی که گزارش هایی از دیدار میان عبدالله عبدالله و زلمه رسول پخش شدند، این نامزد ریاست جمهوری میگوید که این دیدار درباره ائتلاف میان این دو نامزد نبوده است. سر نتیجه از اینه داریم. هر وقت نتیجه معلوم شد به صورت نهایی، به او وقت است که باز ما میفهمیم به اساس نتیجه که ببرای صحبت ها را بکنیم. فعلا ما فقط در تماس های معلوماتی هستیم با یکی دیگه خود، نه برای ساختن ائتلاف. بله، ما با دکتر عبدالله دیدار داشتیم، با دیگر کاندیدای محترم دیدار داشتیم و با دیگر هم خواد داشتیم. دیدار برای این است که این پروسه انتخابات باید یک پروسه موفق باشه و به این منظور است که نتیجه ازی قابل قبول به مردم افغانستان باشه و سبب یک ثبات دوامدار در افغانستان شد. به این موضوع فعلا صحبت میکنیم. البته شخص من انتظار نتیجه را دارم. پیش از این عبدالله عبدالله نیز گفته است که دیدار با زلمه رسول به معنای ائتلاف این دو نامزد نیست. ما در گذشته در یک حکومت بودیم. ما از چندین سال بدین سو دوست بودیم. بنابراین این پهلوی شخصی دیدارم با زلمه رسول است. پهلوهای دیگر آن به برداشت‌های مشترک از مسائل و سیاست‌های معین است. پس می‌گویم که دکتر زلمه رسول یکی از کسانی است که می‌توان با وی کار کرد. اما این یک نظر است. اما در عمل این موضوع در گفتگوهای من مطرح نشده است. در این میان اشرف غنی احمدزی درباره ائتلاف با نامزدان دیگر میگوید که هر نامزدی که برنامه‌هایش با برنامه‌های وی نزدیکی داشته باشد با وی کار کردن میتواند، اما وی هیچگاه به سود یک نامزد دیگر از ادامه رقابت در انتخابات کنار نخواهد رفت. قرار است نتایج نخستین انتخابات در روز چهارم ماه ثور اعلام شود و دیده شود که از میان 8 نامزد ریاست جمهوری کدام یک بیشترین آرای مردم را به دست آورده است. اگر نامزدان آرای بیش از 50% را به دست نیاورند، انتخابات میان دو نامزد پیشتاز به دور دوم کشانیده خواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی هر گونه ابراز نظر را درباره میزان تقلب و چگونگی تقلب در انتخابات پیش از وقت می‌داند. سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که انتخابات بدون تقلب نبوده است، اما تقلب در انتخابات امسال کمتر از انتخابات‌های گذشته است. وی می‌گوید پس از بررسی شکایت‌ها روشن خواهد شد که شکایت‌هایی که به این کمیسیون رسیدند تا چه اندازه جدی هستند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شکایت ها را درباره تقلب و تخلف ورزی های انتخاباتی به بررسی گرفته است.
اما این کمیسیون میگوید که این شکایت ها کمتر از تقلب های هستند که در انتخابات های گذشته رخ داده بودند. سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که تا کنون 1343 شکایت در این کمیسیون ثبت شدند که از این میان 274 شکایت درباره نامزدان ریاست جمهوری، 655 شکایت درباره نامزدان شوراهای ولایتی و 923 شکایت درباره تخلف کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شدند. هنوز این تفکیک وجود نداره که چه تعداد از این شکایت ها در کاتگوری A قرار میگیره. به هر ترتیبی اینا در آینده این کاتگوری ها مشخص خواهد شد. فعلا حتی بسیاری از افراد آمدن صرف یک فرمه شکایت انتخاباتی را خانه‌پوری کرده و هیچ اسناد و شواهدی را زمینه ازو نکردن. در حالی که پیشتر رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از تقلب بسیار سخن گفته است، اما سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که هر گونه ابراز نظر پیش از پایان بررسی ها پیش از وقت است. در کل این میزان تقلباتی که در این دوره از انتخابات صورت گرفته نسبت به انتخابات های گذشته کمتر است و در جریان رسیدگی معلوم خواهد شد که این تقلبات چه مقدارش بسیار جدی هست و بالای نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد. اما در میزانش و مقدارش و جزئیات ازی همون قسمی که شما هم اشاره کردید حال بسیار پیش از وقت است که نسبت به او اظهار نظر صورت بگیرد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که میزان شفافیت در این انتخابات نسبت به انتخابات های گذشته بیشتر است. از این رو نباید درباره تقلب در انتخابات پیش داوری شود. هنوز هم پیش از وقت است که پیش داوری کنیم که تقلب بیشتر است، چون بررسی باید به شکل قانونیش رسیدگی شود. بنابراین باز هم تاکید میکنم که تقلب صورت گرفته و پیمانه ازی هنوز مشخص نیست، ولی به اساس راپورهایی که بر ما رسیده از ولایت ها خود روند صدمه نمی رسانه این تقلب. با این همه بررسی شکایت های رسیده و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به شدت ادامه دارند و نشست های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به گونه علنی برگزار خواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید که تلاش ها ادامه دارند تا رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تا اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری یعنی تا روز 4 ماه ثور پایان یابند. اما با این همه سپری شدن پیروزمندان انتخابات و شرکت گسترده مردم در این روند سبب شد تا افغانستان یک اعتماد و اعتبار جهانی را به دست بیاورد. بیرون از شهر شمار از رسانه‌نشینان از حکومت و نهادهای انتخاباتی می‌خواهند که با بی‌طرفی نگذارند که اعتبار این روند صدمه ببیند. آزم آرش که امروز به ولسوالی فرضی ولایت کابل رفته است میگوید که روسانشینان از رفتن به پای صندوق‌های رای خوشنود هستند و انتظار نتایج این انتخابات را میکشند. به نظر میرسد که سپری شدن پیروزمندان انتخابات روزنه امید را برای شهرنشینان و روسانشینان کشور گشوده است. این روستانشینان پس از سپری شدن انتخابات اکنون دلبستگی بیشتر به آیندهشان پیدا کردند و همه در انتظار هستند تا نتیجه رای هایشان را بدانند. هدایت میگوید که وی بر حکومت اعتماد کرد و پای صندوق رای دهی رفت تا برای بهبود کشور رای بدهد و اکنون میخواهد که از اعتماد وی استفاده ابزاری نشود. ما رای ور کرده، ما پر دولت بند اعتبار که زغارم چیز ما در اعتبار نقصانی که کمیسیون مستقل انتخابات از یا خوشمند این کمیرای ما را به اعتبار نکنه، هر کسی که برنده واقعی است و نمور را بر مردم اعلان کنه که تا مردم که امور رئیس جمهور خود چی کنه بشناسند. ظاهرا این روستانشینان امانند دیگر شهروندان کشور رای دادند تا از نگرانی ها رهایی یابند و زندگیشان مانند این رودخانه با جوش و خروش به پیش برود. دلاغا بزرگین روستاست و این میگوید اگر نهادهای انتخاباتی به آرای مردم برخورد درست نکنند کشور یک بار دیگر گواه بحران خواهد بود. مردم رای داده، رای واقعی را از رای تقلبی جدا بسازند و چیزی را که مردم توقع داره اونمو را برش آینه واره روشن بتن.
این روستانشینان بر نگهداری و ادامه باور و اعتماد به وجود آمده میان شهروندان و حکومت تاکید می‌ورزند و میگویند که دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی باید با حفظ بی‌طرفی این اعتماد را نگه دارند. این روستانشینان امانند شهرنشینان از سپری شدن پیروزمندانه انتخابات خوشنود هستند. اینان میگویند رفتن رای دادند و بالای حکومت اعتماد کردند. اکنون انتظار هستند که از رایشون چگونه استفاده می شود و تاکید می ورزند که باید نهادهای انتخاباتی و حکومت در شمار شهرها و اعلام نتایج نهایی انتخابات سخت دقت کند تا باشد آنچه که اعتماد میان مردمان و حکومت به وجود آمده است ادامه یابد. آزم آرش، طلا نیوز، ولسوالی فرزه. و رونالد نیومن سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید با آنکه در اداره دولت آمریکا همه به این باور بودند که افغانستان به سوی بحران در حرکت است، اما نظامیان این کشور با تامین امنیت کشور و برگزاری انتخابات در فضای امن نشان دادند که افغانستان به سوی پیشرفت در حرکت است. در همین حال شمار از باشندگان پایتخت نیز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و تامین امنیت این روند را از سوی نظامیان کشور یک دستاورد بزرگ گفتند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین درخواست حکومت موقت این کشور را برای ترک ساختمان‌های نهادهای اشغال شده رد می کنند. هرچند حکومت موقت اوکراین اعلام کرده است در صورتی که معترضان مسلح در شرق اوکراین تسلیم شوند مورد عفو عمومی قرار می گیرند، اما معترضان این درخواست را رد کردند. در همین حال ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر روسیه را از بهره کاربرد انرژی به حیث ابزار انتخاب می کند. ادامه مقاومت و ترک نکردن ساختمان های اشغال شده از سوی معترضان مسلح در شهرهای لوهانسک و دونتس نیروهای امنیتی اوکراین را خشمگین ساخته است. انتظار می رود پس از پایان مهلت داده شده عملیات در برابر جدایی طلبان در شرق اوکراین راندازی شود. از سوی دیگر نخست وزیر موقت اوکراین به روز جمعه به شرق این کشور رفت تا برای دریافت راه حل به این بحران با رهبران منطقه‌ای دیدار کند. در همین حال وزیر خارجه روسیه که به روز جمعه در مسکو سخن می گفت پیدا کردن راه حل به بحران اوکراین را امکان پذیر می داند. ما باور داریم که در حقیقت تشنج زدایی بحران اوکراین امکان پذیر است و مسئله کلیدی به میان آمدن تغییرات واقعی در قانون اساسی است که این کار می تواند حقوق و منافع تمامی اوکراینی ها را ضمانت کند. پیش از این رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که اگر حکومت موقت اوکراین قرضه‌های واردات گازش را نپردازد، این کار می‌تواند روند انتقال گاز روسیه را به کشورهای اروپایی نیز مختل سازد. شرکت گازپروم روسیه می‌گوید که اوکراین 2.2 میلیارد دلار از بهره واردات گاز بدهکار است، اما اتحادیه اروپا می‌گوید که مختل شدن انتقال گاز روسیه این اتحادیه را با کمبود گاز روبرو نخواهد کرد، زیرا اکنون ذخایر کافی را در اختیار دارد. همزمان با این ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور تلاش دارد تا حکومت موقت اوکراین را برای رویارویی با مشکلات کنونی کمک مالی کند. با این همه قرار است رهبران روسیه، اوکراین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته آینده برای دریافت راه حل به بحران اوکراین در شهر ژنو گرد هم آیند. با این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. در درگیری میان طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی 13 تن آنان کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام های پاکستانی این درگیری به روز جمعه میان جنگجویان ولی الرحمن و خالد سجنا در بخش های گوناگون وزیرستان جنوبی رخ داد. زنی در ایالات متحده آمریکا بر هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا یک کفش را پرتاب کرد. این رویداد در هنگام سخنرانی بانو کلینتون در لاس وگاس رخ داد و اکنون این زن در بازداشت به سر می برد. کفش پرتاب شده بر بانو کلینتون برخورد نکرد و به وی آسیب نرسیده است.
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در ادامه تمرینات نظامیشان به روز جمعه تیراندازی را تمرین کردند. این تمرینات که در شمال شرق پایتخت کره جنوبی راه اندازی شده است تا به روز 18 ماه روان میلادی ادامه خواهد یافت. اسرائیل یک ماهواره جاسوسی دیگر را به فضا فرستاد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که این ماهواره برای گردآوری اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مدار زمین پرتاب شده است. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. ادامه خبرها. با کارگری از واترپمپ‌های سولاردار در ولایت فراه سبب شده است تا مشکل کم آبی در کشتزارها برطرف شود. مسئولان وزارت زراعت آبیاری میگویند تا کنون 350 کشاورز توانستند تا واترپمپ‌های سولاردار را جایگزین واترپمپ‌های دیزلی سازند. ذبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. گفته می شود در حدود 1.5 سال گذشته با کارگیری از واترپمپ‌های سولاردار که با انرژی آفتاب کار می‌کنند در ولایت فراه بیشتر شده است. این فناوری تازه در بخش کشاورزی گذشته از کاهش هزینه ها مقدار کافی آب را از عمق زمین بیرون می آرد و این کار سبب می شود که زمین های زیاد آبیاری شود. ترویج واترپمپ های سولاردار برای نخستین بار از ولسوالی های بکوا، دشت رود و مرکز این ولایت آغاز شد. اما گفته می شود که اکنون در ولسوالی های مختلف این ولایت از این فناوری استفاده می شود. فرا از جمله ولایت های زراعتی در کشور است و 80% مردم آن پیشه کشاورزی دارند. اما گفته می شود کشاورزان این ولایت 60% درآمدهایشان را همه سال برای تهیه آب برای کشتزارهایشان با خرید مواد نفتی برای جنراتورها هزینه می کنند. و با گفته باشندگان این ولایت ترویج این فناوری نو می تواند از هزینه گزاف در بخش آبیاری جلوگیری کند. بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان می کند. مهربانی آقای رسا. تشکر می کنم. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. تیم ملی فوتبال کشور صبح امروز برای برگزاری بازی دوستانه در برابر تیم ملی فوتبال قرقیزستان رهسپار دبی شد. بازیکنان افغانی که در خارج زندگی می کنند نیز در ترکیب تیم ملی فوتبال کشور حضور خواهند داشت. قرار است اریش مولر مربی آلمانی تیم ملی فوتبال نیز در این دیدار ملی پوشان را همراهی کند. این دیدار دوستانه یکشنبه در ورزشگاه المکتوم برگزار خواهد شد و به گونه زنده و قانونی از تلویزیون های طلوع و نمر پخش خواهد شد. مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پس از چاشت امروز قرعه کشی شد. در این قرعه کشی تیم های فوتبال رئال مادرید با بایرن مونیخ و چلسی با اتلتیکو مادرید همگروه شدند. دیدارهای رفت دوم و سوم ثور و دیدارهای برگشت نهم و دهم ثور برگزار خواهند شد. اما در قرعه کشی نیمه نهایی لیگ اروپا سیویا با والنسیا و یوونتوس با بنفیکا دیدار خواهند کرد. دیدارهای رفت چهارم ثور و دیدارهای برگشت یازدهم ثور برگزار خواهند شد. semifinalist remontando eliminatorias que se le torcieron fuera de casa lo hemos visto esta temporada bueno sin ir más lejos el otro día ganándole al PSG ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید با دلیل مصدومیت ران چپش به احتمال زیاد دیدار الکلاسیکو و دیدار رفت لیگ قهرمانان اروپا را در برابر بایرن مونیخ از دست خواهد داد. پزشکان کریستیانو رونالدو میگن در نتیجه پارگی کوچک ران چپ رونالدو باید 15 روز استراحت کند. دیدار نهایی جام حذفی اسپانیا میان رئال مادرید و بارسلونا پنجشنبه با عرض معذرت 5 روز بعد 27 حمل در مستایا والنسا برگزار خواهد شد. و بعدین رونالدو بتعور يبقى يعني حاجات كتير يخسرها الفريق بشكل عام. لا بسيطه يا جماعه، بسيطه، ركبته الشمال اصطدمت في حذاء اللاعب وبالتالي بيبقى صدام بسيط ما فيهاش مشكله. هواداران چلسی 8000 پوند جریمه مورینیو را به اتحادیه فوتبال انگلستان پرداخت خواهند کرد. خود مورینیو در دار برابر استون ویلا به دلیل اعتراض به داور 8000 پوند جریمه شد. هواداران چلسی قصد دارند پیش از بازی این هفته چلسی با سوانسی این جریمه نقدی را پرداخت کنند.
خوزه مورینیو یکی از پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان است که سال 10 میلیون پوند از تیم فوتبال چلسی دریافت میکند. گیج وات لول اف واتس بین سد اند لول اف کریتیسیزم ابیوز وات ایور یو وان تو کال ایت. برنامه های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.